طبیعتا کیفیت و قیمت تمام شدهش برای ما بسیار تعیین کننده است. ما تو سیستم های صنعتی و سیستم هایی که جدید دارن، تکنولوژی جدید ساختمانی، قیمت تمام شدهشون قابل رقابت با سیستم های سنتی نیست. طبیعیه که ما یکی از اولویت های اصلیمون کاهش قیمت تمام شده است برای مردم و همچنین دوره ساخت. ما به صورت سنتی و طبیعی ساختمان ها هلوش 2 سال، 1 سال و نیم تا 2 سال، بعضن هم بیشتر طول میکشه. ولی وقتی که این تکنولوژی های اجازه میده که دوره ساخت به زیر 1 سال یا تا 1 سال کاهش پیدا بکنه، طبیعیه که اینا در اولویت، و وقتی که وزارت راه و شهرسازی و مجموعه دولت با یک حجم زیادی درخواست مسکن در کشور مواجهه، باید از این نوع تکنیک ها استفاده کنه تا بتونه جبران کمکاری هایی که گذشته صورت گرفته در تولید مسکن رو بتونه انجام بده و بتونه به شرایط پایداری انشاءالله تو این بازار برسیم. منظورتون؟ نه، ببینید قیمت مشخص میشه که قیمت هم ما بر اساس شیوه نامه که اعلام کردیم و بخش نامه بعد از اون قیمت مشخص میشه. شورای مسکن استانها رو بهشون این اختیار رو دادیم که از بین تمام سازندگان، تعاونی ها، انبوهسازان محلی، اون کسایی که واجد شرایطن، یعنی عملکرد مثبتی داشتن که توی این طرد مجددن مشکلی برای مردم ایجاد نشه یا کم به کمترین حالتش برسه، از اینا در به اصطلاح دعوت میکنن با همون قیمت پایه‌ای که اعلام میشه. هر کسی آمادگی انعقاد قرارداد و شروع کار داشته باشه انجام میشه.